شیطان گفته، شیطان گفته هر وقت محرم و نامحرم تو کلاس دانشگاه، تو اتاق اداره، تو هر محیطی، تو ماشین، تو هر جای دیگه کنار هم بشینن، کارگردان نفر سوم منم. مسئول و بزرگواری که میگن تفکیک جنسیتی الان زمانش نیست، حتما میخوان بگن اگه ما تفکیک جنسیتی کنیم دانشگاه همونو، مدارسمون، حالا مدارس که نیست، محیط های کاریمونو، محیط های ورزشمونو، دنیا برای ما حرف در میاره، دنیا حرف در میاره. من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. ما باید جواب خدا رو بدیم، جواب دنیا رو کار نداریم. دنیا اگر حرف خدا رو قبول داره ما مخلصشیم، اگر حرف خدا رو قبول نداره 100 سال سیاه نیاز به حمایت اونها نداریم. ما تو سن دبستان که اینا در معرض خطر نیستن، که تو سن راهنمایی که در معرض خطر نیستن، که تو سن دبیرستان که در معرض خطر هنوز نیستن، تو سن دانشگاه که شدن آتیش و پنبه، گذاشتیمشون کنار هم مجرد. چرا هنوز بعضی از مقامات مسئول تو بعضی از کشورها به منشی دفترشون هم رحم نمی‌کنن؟ پس خدا تو این جنس جذابیت گذاشته، خدا تو این دو تا جنس جذابیت گذاشته. وقتی به یک بلوغ میرسن، اسمش هم بلوغ جنسیه، این دو تا به هم دیگه نگاه میکنن. خب ما مجبوریم این دو تا رو بذاریم کنار هم که به هم نگاه بکنن، به هرون بیافتن. تو محیط کاری ببینید، تو محیط کاری این خانم، این آقا تمیز وارد میشن یا نه؟ قطعا میخوان تمیز وارد بشن. امروز حتی تمیزی رو فکر میکنن به آرایشه. خب این آقا و خانم هی صبح تا ظهر 7-8 ساعت با هم دیگه حرف میزنن، طبیعی رو بخوام بگم. بله. این آقا میره خونه شون کنار همسرش، این خانم هم میره خونه شون کنار همسرش. احتمالا این خانم دیالوگش با همسرش یک کم فراز و نشیب داشته باشه، این آقا هم همینجور. شکل و قیافه هاشون هم یکم مرتبیه تو اداره نباشه. خب اینا شروع کنن به بهانه گیری. چرا؟ چون یه تصویر قشنگ تر تو ذهنشون بوده. زن تحصیل بکنه تو محیط خاص خانمان، زن کارمند بشه تو محیط خاص بانوان، تو رشته های خاص بانوان. مثلا زن چه دلیل داره، کجا این وجود رو خدا اینجوری ساخته زن بره بازاریاب بشه، یا زن راننده ترلی بشه، راننده کامیون بشه، که گاهی وقتا میام نشونش میدیم، به غلط نشون میدیم دیگه. به نظر من الان یه عده مخالف این قصه، من حتی الان بازار سقاطه از این دوربین استفاده میکنم، از این جایگاه میگم، قسم به کلام خدا میخورم که اگر امام زمان سلام الله علیه بیایند، قطعا این تعطیل شده حکم خدا را احیا خواهند کرد، تفکیک جنسیتی رو.